امتداد قیام 1401 در ایران به تشکیل دو جبهه منتهی شد. جبهه ولایت فقیه و تأمین کنندگان مطامع و جبهه نشاه و نشیخ. تو شرایط فعلی ایران، جبهه خلق و ضد خلق شامل کدام افراد و جریانات میشه؟ جریانات تأمین کننده مطامع ولایت فقیه چگونه و با چه اهدافی تو فضای سیاسی جامعه شکل گرفتن؟ مرزبندی بین جبهه خلق و ضد خلق چه ضرورتی داره؟ همراه میشیم با دکتر عزیز فولادوند، جامعه شناس از آلمان. دکتر فولادوند سلام میکنم خدمتتون. خیلی خوشحالم که تو این گفتگو و تو این فرصت همراهمون هستین. ابتدا میخواستم برامون از چگونگی شکل‌گیری جبهه خلق و ضد خلق توی یک جامعه بگین و اینکه دعوای این دو جبهه با هم بر سر چیه و مصداق‌های تاریخی این دو جبهه رو چطور می‌بینید، چی بوده و چگونگی شکل‌گیری اونها. با سلام به شما و همه دوستان در استودیو و سلام به مردم قهرمانمون در سراسر جهان. خیلی ممنون از دعوت شما. به طور خلاصه در واقع جنگ و نزاع اصلی و تخاصم اصلی در یک مقوله در واقع خودش نشون میده، مقوله استثمار. در واقع هسته مرکزی این بحث، این مقوله استثماره. به هر حال همیشه گروهی اندک بودن که اکثریت توده ها را استثمار میکردن. در سراسر تاریخ ما شاهد این خط قرمز هست. استثمار شدن شوندگان در مقاطعی از تاریخ موفق شدن یوغ استثمار و بردگی رو در واقع پاره بکنن و به رهایی موقتی دست بیابن، ولی این نبرد هنوز ادامه دارد. ما باید واقعا در بررسی مقوله جبهه خلق و جبهه ضد خلق در نظر داشته باشیم که اینجا ما با یک نبرد طبقاتی مواجه هستیم. طبقاتی که همچون که عرض کردم محور نبردشون، هسته مرکزی نبردشون مقوله استثمار. حال بحث اینه که ما این دو تا مفهوم و خلق و ضد خلق رو با چه مؤلفه هایی میتونیم تعریف بکنیم. خب در طول تاریخ بودن افرادی که مرتب از مردم، از ملت، از خلق، از امت صحبت کردن. همیشه امپراتوران، شاهان، تاجداران و در واقع سلطان‌ها، امرا. در تاریخ در قرن 8 میلادی فردی به اسم حجاج ابن یوسف ثقفی، کوخار در واقع عراق و جهاز، گفته میشه در دوران حکمرانیش 120 هزار نفر رو گردن زد به نام مردم، 20 هزار تا 30 هزار نفر زن و مرد در زندان‌هاش به سر می‌بودن، 16 هزار نفر برهنه بودن. وقتی که آمد در واقع به بارگاهش جلوس بکنه، گفته میشه که سخنرانی کرد و ندا کرد، ندا زد و مردم که ای مردم، در واقع واژه مردم هم بکن، من سرهای رو میبینم که آماده شمشیر تیز منند. به زنانتون رحم نخواهم کرد، به فرزندانتون رحم نخواهم کرد، به پیرانتون رحم نخواهم کرد. من در واقع سخنگوی شهر هستم و قانون قانون منه. بعدها همین این جمله ها رو ما در هیئت رضاخان میرپنج ببینیم، میگفت قانون من هستم. در کامبوج در واقع ما شاهد خمرهای سرخ بودیم در سالهای در واقع 1970-75 به نام مردم 1,700,000 نفر رو گردن زدن. در دوران محمد رضا شاه همچنان در واقع به نام مردم و یا خمینی ملعون به نام امت. میبینیم این واژه ها همیشه مورد سوء استفاده قرار گرفته. در نظام های استبدادی آرایش صحنه چیزی دیگه ایه و ما باید اگر تعریف دقیقی از این مفاهیم نداشته باشیم گمراه کننده است. من اجازه میخوام به در واقع چندین مؤلفه اشاره بکنم که ما رو میتونه را بهتر به مفهوم خلق نزدیکتر بکنه. جبهه خلق در واقع با مؤلفه های خودش نشون میده. مدافعان
در واقع خلق، مدافعان مردم، مدافعان منافع مردم با مؤلفه هایی میتونن خودشون تعریف کنن. در واقع اینجا دو جبهه، دو اردوگاه هست: آزادی در مقابل خفقان و سانسور، رفاه در مقابل فقر و بیچارگی و تنگدستی، تکثر من در واقع تکثر قطب‌های قدرت در مقابل مرکزگرایی و خودمحوری و خودسالاری، رأی مردم در مقابل در واقع مشروعیت از خدا یا اینکه از خدایگان یا اینکه در واقع یک سروری و خواجگی که ریشه های ژنتیک داره. می‌بینیم که اونهایی که مدافع منافع مردم هستن از پارامترهای اولیه دفاع می‌کنن: آزادی، عدم در واقع لغو اعدام، لغو شکنجه، تکثر مراکز قدرت، رفاه اجتماعی، امنیت و صلح اجتماعی. اونهایی که در واقع منافع ضد مردم و اختناق و غیره رو که عرض کردم نمایندگی میکنن، اینها در جبهه ضد خلق قرار میگیرن. این دو اردوگاه در واقع در طول تاریخ در مقابل هم صف کشیده بودن و تضادشون هم تضاد آنتاگونیسمه که در یک نقطه به تبارز میرسه، نمیشه جلوشو گرفت. اگر به تاریخ در واقع اروپا ما مراجعه بکنیم، ما شاهد هستیم که در جنگ‌های دهقانی در تقریبا سال‌های 1524 تا 1525 سر تا سر قاره اروپا رو جنگ‌های دهقانی، البته قاره اروپا دوران، فرا گرفته. در آلمان به ویژه در واقع کشیش جوانی 35 ساله رهبر جنبش دهقانی آلمان بود به اسم توماس مونستر، اعدام شد در شهر مولهاوزن. در اون دوران این جبهه خلق و ضد خلق هم کاملا با تعاریف امروزی حتی خودشو نشون میداد. در اون طرف میلیون ها دهقان گرسنه زیر در واقع یوغ استثمار فئودال ها، اشراف ها و همدستانشون روحانیت مسیحی قرار داشتن. چه حدود گفته میشه 100 هزار نفر تا 300 هزار نفر دهقان در این جنبش های دهقانی کشته شدن. ادامه میدیم، ما در دوران در واقع مجلس اول در ایران بعد از مشروطیت میبینیم نمایندگان طبقات فقیر، بسیار جالب این ترکیب طبقاتی، ترکیب اصنافی که در مجلس وجود در عنوان نماینده حاضر بودند، در واقع نعلبند، نعلساز، آشپز، پلوپز، فخار، درودگر، حلیمپز، آشپز، اینها نمایندگان مردم بودند که در مجلس اول حضور داشتند. بعد از در واقع امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرعلی شاه، 5 روز بعد فوت کرد و ولیعهد محمد علی شاه به سلطنت در واقع تاج گذاری کرد. با یک در واقع تخاصم اولیه به مجلس، نمایندگان مجلس رو به تاج گذاری دعوت نکرد. در واقع نشون داد که از همون روز اول مخالف این مجلس اوله که نمایندگانش هم عرض کردن خدمت. بعدها شیخ فضل الله نوری هم به این جبهه ضد خلق پیوست، با برای اولین بار به نام اسلام خواهان پیاده کردن قوانین اسلام در قانون اساسی بود. ضدیتش با اصل 28 آزادی، اصل 8 آزادی و اصل 20 متمم قانون اساسی برابری بود. جالب، آزادی و برابری، چیزایی که در مؤلفه اولی عرض کردم خدمت. 1287 مجلس محمد علی شاه به توپ بست. میبینیم که از همون اول تخاصم بین دربار به عنوان مرکز توطئه، اشراف، فئودال‌ها، شاهزادگان، رحیم خان ها، عین الدوله ها، عزم حضور شما مدفر محمد علی شاه با در واقع قذافان روسی، اینها در جبهه ضد خلق بودن و مجلس رو در واقع به توپ بستن.
در این دوران نمایندگان مجلس هم در واقع به دونه به دونه اعدام کردند. جز اون اعدامیان ملک المتکلمین، میرزا جوانی خان، میرزا جوانی خان سور اسرافیل، میرزا ابراهیم تبریزی و دیگران. این تخاصم در نطفه، در واقع در تاریخ مدرن ما، نطفه تقابل دو اردوگاه رو در واقع رقم زد. بعدها ما در دوران مصدق شاهد هستیم که باز هم همین جبهه خلق و ضد خلق، باز هم سلطنت با روحانیت در واقع در جبهه ضد خلق قرار میگیرند. همین این در آرایشو ما در قاره اروپا شاهد هستیم. همچنان اگر عرض کردم روحانیت مرتجع مسیحیت، مسیحی با اشرافان، تاجداران و فئودال های بزرگ در مقابل توده مردم. همین آرایش ما در مجلس ملی فرانسه داریم، شاهد هستیم. 1789 دو تا اردوگاه در مقابل هم در فرانسه صف می‌کشند. مجلس که بعدم جالبه، همین اصنافی که در ایران عرض کردم در مجلس در واقع ملی فرانسه حضور داشتن. بعد در صف دیگه ما بازم نمایندگان دربار، شاهزادگان و اشراف رو داریم که اینها به تقابل میرسن. شاه فرار میکنه، دستگیر میشه. جالبه یک تمثیل زیبایی هست در انقلاب فرانسه، لویی 18 هم در واقع دستگیر میشه و گردن زده میشه. این در واقع تمثیلیه که مجلس میگه که من قوه مجدیه و شاه رو برای همیشه در مقابل قوه مقننه یک مجلس باشه گردن زدم. میبینیم این تقابل تاریخی رو ما در همه جا شاهد هستیم، چون هسته مرکزی نزاع استثمار و جنگ طبقاتی. بله دکتر فولادوان، من میخواستم در فرصت یه رو به باقی که داریم به کنه همین موضوع که الان شما گفتین تو شرایط فعلی میهنمون بیشتر بپردازیم. مشخصا جبهه خلق و ضد خلق، اگه بخوایم نگاهی بکنیم به وضعیت ایران، در کدوم افراد و جریان‌ها این رو میشه دید؟ چگونه و با چه اهدافی تو فضای سیاسی جامعه ایران این مرزبندی داره شکل میگیره؟ می‌خواستم تو زمان کنونی هم برامون شرح بدین لطفاً. خیلی ممنون، سعی می‌کنم به صورت کوتاه اینو عرض کنم خدمتتون. ببینید در آرایش سیاسی صحنه همونه که من تبار تاریخش رو عرض کردم، بازم سلطنت و شریعت در مقابل هم دیگه، در مقابل آزادی و سدید در واقع انقلاب دموکراتیک بازم ظهور کرد. میبینیم که یک مشت سواکی، یک مشت در واقع روزنامه‌نگاران معلوم الحال پاسدار صادراتی، یک مشت شکنجهگر، یک مشت که در واقع از شبکه های مخوف مافیایی ملایان که در عرض 49 ساله در خارج کشور به زبان ساده گفتن در واقع خمیرمایی اینا رو به بار آورده بود، الان ظهور کردن. من یک مثالی زده بودم که در واقع استبل آگیاس در واقع پادشاه لیدی استبلی داشت که 3000 اسب درش نگهداری میشد و 30 سال بود که لایبوری نشد. به هرکول در واقع مأموریت یافت که این استبل رو لایروبی کنه. با منحرف کردن مسیر دو رودخانه هرکول موفق شد این استبل رو در واقع در عرض مدت کوتاهی لایروبی کنه. با لایروبی کردن این استبل ملایان توسط انقلاب دموکراتیک، توسط سیر انقلاب دموکراتیک، دیدم مشتی در واقع جرثومه های فساد بیرون دادن. این گندابی که بیرون آمده و دستپخت ملایان هست در واقع قرار بود که در مقابل انقلاب دموکراتیک مردم ایران، در مقابل طرحان آلترناتیو، در مقابل سیر خروشانه در واقع آتش در ایران قد علم بکنه. ولی خوشبختانه دیدیم که اون اتوبوس در واقع زوار در رفته شد، باز هم به مقصد نرسید و این بار هم باز پروژه ملایان به شکست انجامید. میبینیم که در واقع همراهی سلطنت و شریعت مدام نه فقط در تاریخ ما بلکه در تاریخ اروپا هم تکرار شده بود. اینها
در این جبهه ضد خلق کنونی باید اینو واقعا تأکید کرد که اولا اینها بسیار نزار و نحیف هستند، بسیار خودمحور هستند، الکن هستند، دارای هیچ عقبه تاریخی نیستند، دارای هیچ در واقع ارزش اخلاق مدارانه نیستند، دارای اینها به قول در واقع ماها روستاییان اینها خوشنشینند، خوشنشین ها ییلاق قشلاق میکنند، هر جا که چراگاهی در واقع بیابند اونجا به چریدن مشغول میشن، اینا هزینه پرداخت میکنن، میخوان مرتب از این از یک محله در واقع دیگه محله دیگه عبور بکنن و منافع خودشون رو تامین بکنن. اینها باید تاکید کرد که در این دورانی که ما الان در واقع به سر میبریم، رهبری داهیانه معمار انقلاب دموکراتیک ما با پیام های پی در پی و پیام های رادیکال و اصولی و انقلابی که مرتب در عرض این 4 ماه گذشته داد، تونست در واقع این جریان ارتجاعی استعماری رو در واقع به بنبست برسه، چه برسونه که الان ما شاهد این بنبست در واقع همیشگیشون هستم. امیدوارم که فرصت باشه برای سوالات بعدی. بله، میخواستم دکتر فولادن به مشخصا شاخص جبهه خلق و ضد خلق هم تو شرایط کنونی برامون بگین که چی هست و ضرورت اساسا این مرزبندی بین این دو جبهه رو، این ضرورت رو شما چطور میبینین و وظیفه همه گروه ها و جریانات در قبال این موضوع رو تو شرایط کنونی چطور میبینید؟ من اینو قبل از اینکه این به سوال برزم واقعا واجب میبینم عرض کنم خدمتتون که ایران در قلب جهان قرار داره، خاورمیانه قلب جهان، ایران در قلب خاورمیانه قرار داره، صحبت از یکی از مهمترین در واقع مناطق استراتژیک جهانه، در واقع مکیندر دریادال در واقع بریتانیایی در 1904 یک در واقع تئوری داشت که در واقع تئوری ژئوپلیتیک جهانیه، معتقده که خاورمیانه در واقع قلب جهانه، کسی که بر خاورمیانه در واقع تسلط بیابه میتونه جهان رو کنترل بکنه. خب دور از ذهنم نبود که با اطلاع جنبش ما حتما ملایان و استعمار جهانی به طریقی میخواد وارد گود بشه که بتونه منافع خودش هم تأمین بکنه، ولی اون چیزی که در محاسباتشون نمی گنجید یک مقاومت بسیار بسیار سرافراز، محتشم، مقتدر، با تشکیلات جهانی، با انسانهای فداکار، با امکانات بسیار بسیار در واقع محیر العقول در عصر ما برای یک گروه در واقع کوچک که 90% هم از بین رفته، اینا این در محاسباتشون نمی گنجید که بتونه جلوی این توطئه و در واقع شر مطلق ملایان رو در این مرحله حساس بگیره. برای اینکه انقلاب به سرمقصد نهایی برسه، برای اینکه ما بتونیم از این شر در واقع استیلای شر عبور بکنیم، برای اینکه بتونیم این قافله رو بعد از 120 سال به سرمنزل مقصود برسونیم، هیچ راهی نداریم، هیچ راهی وجود نداره جز حمایت همه جانبه از خط و خطوط سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت. ما هیچ چاره ای جز در واقع آتش، آتش، آتش و باز هم آتش نداریم. ما هیچ چاره ای چون رادیکالیسم مسعود نداریم. ما هیچ چاره ای واقعا جز حمایت از این تنها آلترناتیو در وضعیت کنونی نداریم. همه نیروهای چپ اجتماعی موظفن واقعا که به میدان بشتابند، موظفن که به میدان بشتابند و این انقلاب از این گردنه بسیار صعب العبور عبور دهند. و از همون چی که عرض کردم، توانمندترین نیروی متشکل در تاریخ معاصر ما، نه فقط در تاریخ معاصر ما، در منطقه خاورمیانه الان مجاهدین شده. مجاهدین بیمنامه در واقع پیروزی انقلاب دموکراتیک ما هستند. آنانی که وطن پرست هستند، آنانی که میهن پرست هستند، آنانی که دلشان برای آزادی، رهایی
رهایی مردم میتپه. آنانی که دیگه نمیتونن چهره کری فقر رو ببینن، آنانی که دیگه نمیتونن بی خانمانی ملت خودشون ببینن، اگر در این وضعیت زمانی، اگر در این بحره بسیار بسیار پیچیده زمانی واقعا حمایت نکنن از جنبش، خیانت کردن به آرمانهای انسانی، خیانت کردن به آرمانهای بشری. ما در وضعیتی قرار گرفتیم که هزاران توطئه بر سر راه در واقع قطار سریع سیل انقلاب قرار داره. شما وقتی که چه سخنرانی های آقای رجوی رو گوش میدید، میبینید که در خشت خام در سال 1380، 1370، 1360 امروز رو میدود. از همون موقع تأکید میکرد بر آلترناتیو های استعماری و ارتجایی و خودش هم مرتب تأکید میکرد که اینا شانسی ندارن به خاطر وجود این آلترناتیو مستحکم. اون چیزی که من الان میتونم بگم واقعا مجاهدین چون رنگین کمانی هستن، به قول در واقع اسقف بزرگوار فرانسوی، چون رنگی کمانی هستن که آسمان رو در نوردیدن، از شرق تا غرب عالم کشیده شدن و یک پیام بیشتر ندارن جز در واقع عدالت و رهایی مردم. آنانی که حداقل وطن پرستن، حداقل دلشان برای آزادی میسوزه، باید به میدان بشتابن. همبستگی با مجاهدین راز در واقع رهایی مردم ما. من اینجا اجازه میخوام مانیفست انقلاب و کوتاه چند تا جمله من آماده کردم از خانم مریم رجوی. این مانیفست انقلاب ما برای هیچ کس دیگه هیچ راهی باقی نخواهد موند. ایشون میگن که هر انسان آزادی یک قدمی یا قلمی یا درمی با این جنبش همراهی میکند، تعیین کننده است. ما بر این باوریم که دست‌ها و اراده‌های خود ما و مردم ماست که رویای آزادی را به واقعیت سیاسی و اجتماعی در ایران بدل خواهد کرد. به همین دلیل است که ما نه به جدال‌های درون فاشیسم دینی شش دوخته‌ایم و نه به تضادهای اونها با دولت‌های غرب. ما در برابر هر کس یا هر حزب و گروهی که کار سرنگونی رژیم و برقراری آزادی در ایران را پیش ببرد سر فرود می آوریم و هرگز مساله و منافع گروهی را بر آنچه بتواند ایران اسیر را زودتر به آزادی برساند ترجیح نداده و نمی دهیم. ما سیاست صبر و انتظار را در پیش نگرفته ایم تا ببینیم چه می شود، بعکس در صحنه عمل پیشتاز بوده ایم. خب آی ایرانی بزرگ، من آی ایرانی هموطن، این جمله ها راز موفقیت ماست. مجاهدین دیگر چه بگن که شما رو به همبستگی وادار بکنه؟ مجاهدین دیگر چه بگن که شما رو به صف مقدم جبهه بر علیه در واقع دشمن هر سو نسل ما کانالیزه بکنن انرژی های شما؟ هیچ گونه منافع گروهی و سازمانی این سازمان نداره، فقط و فقط در رویای آزادی است. ببخشید صحبت های من طولانی شد. خواهش میکنم دکتر عزیز فولادان، بسیار استفاده کردیم. ممنون از تمامی نکاتی که گفتین، از اطلاعات تاریخی که برامون تو این صحبت گفتین، مشخصا از مرزبندی خلق و ضد خلق از ابتدا گفتین که از استثمار بوده با مثال‌های تاریخی و همینطور در شرایط کنونی. پیشنهاد می‌کنم به همه بینندگان و دوستانی که اگر از ابتدای این گفتگو رو ندیدن میتونن به محیط‌های ما مراجعه کنن و اون رو ببینن. خیلی ممنون از حضورتون دکتر عیسی فولادوند، جامعه شناس از آلمان. وقتتون بخیر دکتر و خدا نگهدار شما. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید. عذر میخوام به هر حال اگر صحبتام طولانی شد، متاسفانه به هر حال فرصت کم بود، من دیگه نمیخواستم مزاحم شما بشم. درود بر شما، خیلی ممنون دکتر. مرسی، قربان شما، خداحافظ. خدا نگهدار.